فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران نشستی فوق‌العاده برای بررسی فشارها به روزنامه‌نگاران ایرانی خارج از کشور برگزار کرد. جرمی دیر، معاون دبیر کل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در این نشست که در بروکسل برگزار شد گفت این نهاد از سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری و سازمان ملل متحد خواهد خواست تا فشارهای حکومت ایران بر روزنامه‌نگاران فارسی زبان خارج از کشور را پیش از پیش مطرح کند و شکایت از رفتارهای حکومت ایران را ثبت کند. نمایندگان اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران بریتانیا و چند رسانه فارسی زبان از جمله دویچه وله و رادیو فردا و همینطور روزنامه‌نگاران آزاد ایرانی در این نشست حضور داشتند. همین حالا جرمی دیر، معاون دبیر کل فدراسیون جهانی روزنامه‌نگاران از بروکسل به ما پیوسته. آقای دیر، اول به ما بگید که در این نشست چه گذشت و آنچه که شما خواستید انتظار دارید چه تغییری در وضعیت روزنامه‌نگاران ایرانی خارج از کشور به وجود بیاره؟ امروز ما میزبان 25 روزنامه‌نگار ایرانی بودیم که برای رسانه‌های فارسی زبان در سراسر اروپا کار می‌کنند و همینطور شواهد و شهادت‌های ویدئویی بعضی از اونها رو از جمله از آمریکا شاهد بودیم. شهادت‌هایی که در اونها این افراد صحبت از تهدیدها و فشارهایی که خودشون و خانواده‌هاشون باهاش مواجه بودند صحبت می‌کردند، تهدید به آدم ربایی، دارایی‌های بلوکه شده، بازپرسی ها از اعضای خانواده اونها و فشار به اونها برای اینکه به فرزندان خودشون بگن که از خبرنگاری دست بردارن و فشارهای دیگر. و در نتیجه چنین فشارهایی ما رسانه‌های اروپایی و سازمان‌های رسانه‌ای در اروپا متحد هستیم که با نهادهای اروپایی و سازمان ملل همکاری کنیم و جامعه جهانی رو بسیج کنیم علیه این قضیه. برای اینکه این قضیه متوقف بشه لازمش اینه که ایران بفهمه که یک بهای سیاسی هست که برای سرکوب و فشار بر این خبرنگاران میتونه بپردازه. بنابراین خیلی مهمه که از این نهادهای بین‌المللی خواست که صحبت کنند، که قضیه رو مطرح کنند، در گفتگوهای دو جانبه با ایران این موضوع رو بهش بپردازن تا مقام‌های جمهوری اسلامی بفهمند که ساکت کردن رسانه‌ها و تهدید کردن روزنامه‌نگاران و خانواده اونها یک بهای سیاسی به دنبال داره. شما گفتید که می‌خواهید که فشارها بر حکومت ایران در این مورد بیشتر بشه، در این حال گفتید که شکایت از رفتارهای حکومت ایران رو میبایست که ثبت بکنند خبرگزاری ها و همینطور از سازمان ملل هم چنین درخواستی کردیم. پیشتر هم چنین درخواستی مطرح شده بود، پیشتر هم چنین کارهایی انجام شده بود، اما این آزار و اذیت ها متوقف نشده. چه انتظار چه تغییری دارید؟ من فکر میکنم چیزی که بعد از اولین شکایتی که بی بی سی فارسی انجام داد شاهد بودیم این بود که سطح آزار و اذیت و تهدیدها کم شد، البته ناپدید نشد، ولی خب الان که ما یک طیف گسترده تری از رسانه های بین المللی رو شاهد هستیم که هدف جمهوری اسلامی قرار گرفتن، قصد ما اینه که کشورهای بیشتری و دولتهای بیشتری رو بسیج کنیم که هم فشارهای دو جانبه و هم فشارهای چند جانبه رو بر ایران، بر دولت ایران، حکومت ایران بیشتر کنند. به خصوص در داخل اروپا تعدادی از دولت ها هستند که روابط دو جانبه با ایران دارند، که این دولت ها این قدرت رو دارند که یک پیام قوی به ایران بفرستند که این حرکت ها رو باید متوقف کنه اگر که میخواد همچنین با اروپا همکاری داشته باشه. ما فکر نمی کنیم این کار آسونی باشه، اما با بلند کردن صدای خودمون فکر می کنیم که در نهایت رژیم ایران وادار خواهد شد که گوش بده به این صحبت ها و در نهایت باید که این تهدیدها و این آزار و اذیت‌ها کمتر بشه و در نهایت خاتمه پیدا کنه. ممنونم از وقتی که به ما دادید. جرمی دیر، معاون دبیر کل فدراسیون